به نام خدا و درود به دوستان عزیز، به کانال راوی شب خوش اومدین. قصه پرماجرای ملک نعمان و فرزندانش به شب 25 رسیده و شهرزاد قصه گوی ما در ادامه تعریف این داستان این گونه روایت می کند: و اما ای سلطان فهیمی که همواره می گویی گذشته چراغ راه آینده است و شنیدن سرگذشت پیشینیان کلید درهای بسته. امشب شب 109 است که کنیزتان برای شما قصه می گوید و شب 25 قصه پرماجرای ملک نعمان. سلطانم، اجازه دهید قشون 60,000 نفری آرشاک را پشت دروازه های شهر دمشق بگذاریم و قدری به عقب و به زمان درگذشت ملک نعمان برگردی. اگر خاطرتان باشد، هنوز مراسم شب 7 ملک نعمان برگزار نشده بود که سریر ملک جیران را با کاروانی سری و سیر به قسطنطنیه فرستاد تا ملکه از پدرش گرگین پاشا کمک بگیرد. از آنجا که سریر مردی دوراندیش و وطن پرست بود و نمی توانست پیش بینی کند چه موقع برزین به دمشق برمی گردد، به فکر افتاد از متحد دیگر ملک نعمان یعنی سلطان یمن کمک بگیرد. باری سریر نامه‌ای به سلطان نجم الدین پادشاه یمن و متحد ملک نعمان نوشت و تمامی ماجرا را مفصل شرح داد و اضافه نمود: اکنون سرزمین شام از طرف تنها دشمن دیرین و خونخوارش آرشاک در معرض خطر قرار گرفته. اگر ممکن است با اینکه فاصله راه زیاد است، شما مرحمت نموده و همراه با سپاهیان خود به سمت شام حرکت کنید. سلطان نجم الدین به محض آنکه نامه سریر را که چابک سواران برده بودند مطالعه کرد، خود با حدود 3,000 زبد سوار جنگاور به سوی دمشق حرکت کرد. و اما ای سلطان شهر باز شایسته، فراموش کردم حضورتان معروض دارم هنگامی که فردای روز ورود ملک جیران به دمشق، گرگین پاشا دستور حرکت سری به سمت دمشق را صادر کرد، از آنجا که امپراتوری با تجربه و دنیا دیده بود، فرمانده سپاهش را احضار نمود و گفت: اکنون کشور متحد ما در معرض خطر حمله مهاجمان قرار گرفته. شما با یک لشکر دستچین شده از افراد زبده به دنبال ما حرکت کرده و به سوی دمشق بیایید. ولذا آن زمان که در مجلس تاجگذاری برای سریر خبر آوردند سپاه آرشاک به پشت دروازه های دمشق رسیده، با اینکه اندکی رنگ از رویش پرید، اما دلش قوی بود که محال است سلطان نجم الدین به کمکشان نشتابد. برزین که بهتر است دیگر او را سلطان برزین بنامیم، بعد از نهادن تاج روی تخت پادشاهی گفت: جناب وزیر، دستور دهید شیپور آماده باش بزنند. که سریر پاسخ داد: سلطان، سپاه 20 روز است که در حال آماده باش شبانه روزی است. افراد فقط منتظر فرمانده رشید خود سلطان برزین هستند. در این موقع سلطان برزین در برابر گرگین پاشا ادای احترام نمود و گفت: استدعا می کنم امپراتور عظیم و شأن فرماندهی کل قشون را بر عهده بگیرند. که گرگین پاشا پاسخ داد: حرفی نیست فرزندم، پس فعلا قشون شام را به دو بخش تقسیم می کنیم. فرماندهی جبهه اصلی بر عهده شما و فرماندهی جبهه دوم بر عهده شاهزاده هلناست. اما آرایش سپاه آرشاک آنچنان بود که جبهه غربی را که فرماندهش ملکه آفتها بود ابتدا حرکت نداد و فقط خودش با 30,000 نفر سوار و پیاده رو به دروازه شرقی دمشق نهاد. ساعتی نگذشته بود که سپاه شام به فرماندهی سلطان برزین به جانب دروازه شرقی دمشق حرکت کرد. جبهه اول به فرماندهی برزین از دروازه شرقی بیرون رفت
و در دشتی وسیع و مسطح رو در رو و مقابل سپاه آرایش شده آرشاک قرار گرفت. شیپورها از دو طرف به صدا در آمد که آرشاک با صدای بسیار بلند و پرطنین که بیرون آمدنش از حلقوم انسان بعید بود گفت: من فقط به خونخواهی از پدرم که به دست ملک نعمان به درک واصل شده کشته شد به جنگ شما آمده ام. سلطان برزین یک گام پیش نهاد و با بانگی پرتنین تر گفت: این صدای کدام نادانیست که به روح پرفتوح پدرم توهین می کند؟ و این پاسخ را شنید: صدای من آرشاک، فرمانده این سپاه عظیم. اگر حاضر به جنگ تن به تن هستی و نمی خواهی که خون زیادی در این دشت ریخته شود، جلوتر بیا. این تو و این همایاک سردار دلاور قشون ما. جنگ تن به تن با شمشیر و سپر میان همایاک که قامتی یک برابر و نیم قد برزین داشت با سلطان سرزمین شام در گرفت. بعد از ربع ساعتی مبارزه در یک فرصت استثنایی سلطان برزین با یک ضربه سر از بدن بالا بلند همایاک جدا کرد. آنگاه فریاد کشان گفت: قول سپاهتان به خاک افتاد، نفر بعدی کیست؟ که شیپورها باز هم به صدا در آمد و برادر دو قلوی همایاک به نام مایاک که هم شکل و همانند برادرش بود به میدان آمد و گفت: روزگارت سیاه باد برزین، از دست من رهایی و خلاصی نداری، نفس آخرت را بکش. برزین دلاور و مایاک پرقدرت با شمشیر به جان هم افتادند. از هر سو برای ایجاد هیجان بیشتر طبل و شیپور نواخته می شد. در این موقع بود که هلنا با نیروی کمکی از دروازه غربی بیرون آمد و جبهه دوم با آرایشی منظم در کنار جبهه اول قرار گرفت. هلنا زره و جوشن پوشیده و تیر و کمان در دست به صحنه کارزار پا گذاشت. برزین با دیدنش گویی نیروی تازه گرفت، بر شدت حملات خود به مایاک افسود و بعد از چند دقیقه سر او را هم به گوشه‌ای پرت کرد. باز هم برزین رجز خواند و فریاد کشید: آرشاک، سر دو تن قول و دیو سپاهت را کندم، خودت کی جرأت می‌کنی به میدان پا بگذاری؟ که آرشاک تا حدی ترسیده پاسخ داد: تو اگر توانستی برادر دلاورم آرشام را شکست دهی، آن وقت نوبت به میدان آمدن من خواهد بود. در این موقع هلنای شمشیر کشیده پا به میدان گذاشت و فریاد کشان گفت: ترس کافیست آرشاک، من با برادرت آرشام می جنگم. تو پا پیش گذار و با سلطان برزین نبرد کن. در آن موقع بود که جبهه غربی سپاه آرشاک فشرده تر شد و آنها نیز برای جنگ تن به تن احتمالی نیروی به نیروهای خود که فرماندهیش با ملکه یافتها بود افسودند. آرشاک که حاضر نشدن خفت را به پذیرت فریاد کشان گفت: سلطان برزین شما را آرشام ما کافی است، اگر حاضری با من به جنگ. تو دختر که هستی و از کجا آمده ای؟ که هلنا پاسخ داد: من همسر سلطان برزین فرمان روای شامات و دختر سلطان الکس دوم پادشاه یونانم. آرشاک فرمانده شمشیر کشیده به میدان آمد. هلنای فرز در برابر هیکل تنومند و چاق آرشاک به چپ و راست می پرید که در یک چشم برهم زدن با ضربه شمشیر سر از تن آرشاک جدا کرد. در آن لحظه برزین و آرشام هم دست از مبارزه کشیده و چون دیگران تماشاگر دلاوری های هلنا بودند که برزین ناگهان متوجه شد شخصی از گوشه میدان کمان کشیده و میخواهد تیری به جانب هلنا پرتاب کند. پس فریاد کشید: هلنا! و فوراً خود را جلوی همسرش پرت کرد که تیر ملکه آفتها بر میان سینه سلطان برزین تازه بر تخت نشسته نشست و هلنا نیز چون ببری دمان به میان پرید و با یک ضربه شمشیر سر از بدن آرشام جدا کرد.
تردید و آشفتگی و خودباختگی در میان سپاهیان قبایل شمالی ایجاد شد، زیرا آنها دیگر فرمان روا و فرمانده و سپه سالاری نداشتند. البته زمانی که آرشاک و هلنا در حال جنگ تن به تن بودند، ملکه ی آفتها شاهد ماجرا بود و زیر لب با خود گفت: باید هرچه سریع‌تر برگردم، زیرا مسلم است این سپاه ترسیده هرگز به فرمان من خودش را به قلب سپاه شام نخواهد زد. لذا اشاره‌ای به چند نفر از همراهان خود کرد و گروهی 7 نفره و سوار بر اسب به جانب شمال تاختن گرفتند. اما بی خبر از آن که در 2 فرسنگی جلوی راهشان سپاه 10,000 نفری کردهای سوریه به فرماندهی کیارش چون صد ایستاده است. ملکه آفتها و 6 همراه همچنان می تاختند که طوفانی شدید از پشت سر به طرف جلو وزیدن گرفت و چنان گرد و خاکی در بیابان برپا شد که سواران به هیچ وجه جلوی خود را نمی دیدند. جوبین دلاور که عمری را در دشت و صحرا گذرانده بود فریاد کشید: این گرد و خاک فقط ناشی از طوفان نیست، گرد برخواسته از سم سواران هم مزید بر علت است. حواستان را جمع کنید. افراد خط مقدم به سرعت نیم دایره ای را تشکیل دادند و بعد از کوتاه زمانی 7 زبد سوار فراری که از شدت گرد و خاک جلوی خود را نمی دیدند از 4 طرف به محاصره طلایه‌داران سپاه کردها در آمدند. ربع ساعتی نگذشت که ملکه آفتها را به حضور فرمانده کیارش بردند که ناگهان ملکه آفتها قلب سیاه و چرکینش در سینه فرو ریخت، زیرا در میان کیارش و جوبین شاهزاد فرزین و ژینوس 4 ساله را دید. جوبین گلدار ابتدا چند قدمی به طرف ملکه برداشت و گفت: افریته بی صفت، زن بیگناه من و 2 پسر رشید و دلاورم چه بدی به تو کرده بودند که آنطور بیرحمانه سرشان را بریدی؟ آنگاه اشارهی به پسرک چوپان کرد و گفت: بیا جلو پسر، یادت می آید که روز اول حمله به گله به دستور این افریته جلادانش بر تن تو تازیانه زدند؟ می خواستم با دستانم ابتدا 2 سیلی به صورت این افریته بزنم، اما چون اینجا آب نیست و نمیتوانم دستان کثیف شده‌ام را بشویم، تو با تازیانه در دستت 2 ضربه محکم بر صورت استخوانی و کریه این پیرزن افریت بزن. پسرک چوپان با تازیانه 2 ضربه را فرود آورد. ملکه آفتها جیغی کشید و خون صورتش را پر کرد. جوبین گفت: این دفعه اولش، 6 مرتبه دیگرش بماند در حضور سلطان برزین و همسرش شاهزاده هلنا. و آنگاه اشاره کرد و گفت: آن 6 جلاد را جلو بیاورید، 6 پاره سنگ بزرگ بیاورید. سنگهای پهنی را که هر 2 نفر یکی از آنها را حمل می کرد آوردند و جلوی پای جوبین بر زمین نهادند. چون سر آن 6 همراه را از گردن روی سنگها گذاشتند، باز جوبین فریاد کشید: با تبر گردن این آدم کشها را بزنید که جواب های هوی است. و باز هم سلطان جزایر هند و چین در میان داستان در خوابی عمیق فرو رفت و شهرزاد قصه گوی ما به ناچار لب از سخن فرو بست. پایان شب 109.